امشب با سوسن دهیم، خواننده و آهنگساز صاحب سبک ایرانی گفتگو میکنم. City of Leaves آلبوم جدید سوسن دهیمه که چند پیش روانه بازار شد. این آلبوم مجموعی از تازه ترین ترانه های این هنرمند رو با ترکیبی از موسیقی نامتعارف و دلنشین به شنونده عرضه میکنه. سوسن دهیم در این آلبوم ضمن پایبندی به سبک ویژش با بهره‌گیری از موسیقی الکترونیک المان‌های تازه‌ای را هم به آثارش افزوده. این آلبوم نقدهای مثبتی در نشریات و سایت‌های تخصصی موسیقی هم دریافت کرده. خانم سوسن دهیم به شما سلام می‌کنم و درود می‌فرستم. مرسی از اینکه در لس آنجلس با ما هستید. خیلی ممنون که منو دعوت کردیم. خانم دهیم، پیش از اینکه سوالامو درباره آلبوم مطرح کنم، میخوام بدونم چرا این اسم رو براش انتخاب کردید؟ City of Leaves، چرا این نام رو برگزیدید؟ شاید این فضایی که خودم الان دوست دارم توش باشم، فضایی که با طبیعت رابطه داشته باشه و در این حال محتوای شعر اول این آهنگی است که سانگ اول، ترانه اول روی آلبومم هست، که یه جور عشق ورزی با طبیعت و یه جور قبول کردن متافورای طبیعی که چقدر میتونن با سادگی بیشتر زندگی آدم رو توام کنن. ولی به طور کلی فضایی که دلم خواست طبیعت قسمتی از این کاری که الان میکنم باشه. خب با توضیحات که شما دادی من خیلی کنجکاوم بدونم این آلبوم چه مجموعه از کارهای شما رو در بر میگیره، چه ترانه هایی داره و برای خود شما چه احساسی داره؟ این آلبوم آلبومی نیست که راجع به ترانه باشه، چون فقط مثلا ممکنه بیشتر حالتای تنظیمای هستش که مثل پیس، چی میگیم، بشه قطعه موزیک تا اینکه ترانه، و برای همین که سفرهای مختلف میکنه و هم از لحاظ ملودیک، هم از لحاظ هارمونیا، هم از لحاظ ترکیب آهنگسازی به تأثیرهای مختلف میره و برمیگرده، و واسه همینه که نمیشه راجبش به عنوان ترانه صحبت کرد. و همونطور که میدونین من تأثیرهای موزیکیم خیلی بازه، از همیشه مقداری از موزیک ایران هست، ولی موزیکای خیلی مختلف دیگه، موزیک جاز، موزیک کلاسیکال غربی، موزیک آفریقا، موزیک ساوث امریکا، اینفلوئنس‌های مختلفه. و موقعی که من دارم کار هنری میکنم دیگه فکر نمیکنم که من مسئولیتی دارم به یک نوع کار به خصوصی، میذارم خود کار به من بگه که کجا میخواد بره. و فکر می‌کنم کار ماها مثل کار نویسنده هاست. ممکن آدم تمام ادبیات دنیا رو خونده باشه به خاطر اینکه بهش بیشتر وسعت فکری و وسعت لغتی و اینا بده، ولی موقعی که شروع می‌کنه به کار دیگه تجزیه تحلیل نمی‌کنه که من از کجا این ایده به کلم اومد. با خوشحالی هرچه تمام‌تر قبولش می‌کنه، شاید چیز خوبی از آب در اومد. خب با توجه به اینکه اشاره کردید اهمیت کار بیشتر هول و هوش موسیقی هست و ویژگی های مربوط به اون، برامون توضیح میدید که این آلبوم جدید شما از نظر موسیقیایی چه تفاوتی با آثار پیشینتون داره؟ نمیتونم بگم که واقعا فرقی داره، فقط یه سفر جدیده، یه سفری که قطعه های موزیکی که از گوشه‌های خیلی مختلف کاریم اومده، بعضیش یه قطعش مثلا موزیکی بوده برای یه فیلم کار کردم، یه مقدار موزیکی بوده که رفتیم توی فضای کاری استودیو شروع کردیم و یه پیسی ازش بیرون اومده که خوشمون اومده بیشتر توسعهش دادیم. یه تیکه هست که همون تیکه‌ای که دفعه پیش باهاتون صحبت کردم که یوتیوب استفاده کرده برای قدردانی از حرکت سبز در ایران، که اونم به این اضافه کردم چون خیلی های موزیک رو نشنیده بودن، دلشون میخواست که کاملا گوش کنم به این قطعه. خلاصه تجربه های مختلفه و از گوشه های مختلف کارهای من هم میان. یکیشون هم هستش که مال موزیک، یه پیس مالتی میدیا هست که در نیویورک با خانم شیرین نشاط، قاسم ابراهیمیان و شجاع آذری یوسفی با هم یه کار خیلی بزرگ مالتی میدیا کرده بودیم که مدت ها پیش، به نام در این حال راجب منطق الطیر عطار بود که من رول سیمرغ رو بازی کردم با کمال افتخار.
بسیارم خوب و عالی. من پیش از برنامه داشتم نقدای مختلفی که رو کارهای شما ارائه شده مطالعه می‌کردم. نظرهای خیلی متفاوتی درباره سبک کاری شما وجود داره. هر کدوم از این منتقدین به یه نوعی موسیقی شما رو توصیف میکنن و نظر میدن. همیشه دوست داشتم از خودتون این سوالو بکنم. آیا اصلا به سبک موسیقی معتقدین؟ فکر میکنین کارتون توی چارچوب مشخص قرار بگیره؟ ولی من همیشه تمام مدتی که کار هنری کردم، به خصوص از موقعی که کار خودم رو شروع کردم، همیشه سعی کردم که خیلی دوری کنم از اینکه کارم رو تجزیه و تحلیل کنم. فکر کنم این بیشتر کار جالبتری باشه برای منتقد. فکر کنم برای آرتیست، هنرمند باید اون وسعت باز فکری و اینا رو نگه داره که نتونه کارش خلاصه نشه به یک چیزی که مجبور بشه آدم اون تو خودشه بیان کنه. و الان که دیگه صنعت موزیک مرده و به اون صورت کسی نمیاد با آدم یه بودجه هنگفت بگه بده بگه که آقا شما شروع کنیم به همچین کاری یا همچین کاری، خوشبختانه این محدودیتی که با اون میامد که ما باید موزیک تو رو مثلا بذاریم تو قسمت جاز یا بذاریم تو قسمت ورلد میوزیک یا بذاریم، مجبور بودم که توی کاتگوری کار کنی که اینا بتونن تو اون کاتگوری سفر رو قرار بدن بفروشن. الان که من لیبل خودم دارم اصلا این محدودیت ها دیگه نیست و که یه خوشبختی بزرگی بر خودش که فقط آدم بتونه باز کار کنه و بذاره خود هنر و کار خلاقیت بهش بگه کجا بره. و اثرش خیلی جالبه برای اینکه واقعا آدم به جای اینکه وقت صرف کنه کارشو چیز کنه، تجزیه و تحلیل کنه، میتونه بیشتر کار هنری بکنه و بیشتر یاد بگیره، اونایی که یاد میگیره بیاره تو کارش، خودش خلاصه نکنه در تجزیه و تحلیل کار. ظرف همه مدتی که آلبوم شما منتشر شده، خب نقدای مثبتی هم در نشریات بوده هم در وبسایت‌های تخصصی موسیقی. فکر می‌کنید چرا این کار تونسته به این صورت با مخاطب ارتباط برقرار کنه؟ شما به عنوان آفریننده و خالق این آهنگ‌ها چه نظری در این رابطه دارید؟ فکر می‌کنم لطف دارن این عقایدو بیان کردن، خیلی مثبت بوده و فکر می‌کنم بیشتر چون من کارم اینقدر شخصیه که هر بوقی که خودم میتونم صفحه میدم بیرون، به اون صورت سیستماتیک نداره که هر سال یه صفحه بیاد بیرون و هر پنج دقیقه یه چیزی باشه. فکر می‌کنم که وقتی کار میدم بیرون یک حساسیتی هست، یک کنجکاوی هست که کار چیه، میدونن که مردم، من یه چیز به خصوصی رو دنبال نمی‌کنم. در نتیجه هم پرس ها، منتقد ها میدونن که یه سفر جدیدی خواهد بود و براشون جالبه که من کجا میرم و در این حال لطفم دارن که سفر گوش میکنن و راجبش صحبت میکنن و چیزا. بیشتر البته این همینجور که میدونی منتقدا بیشتر همیشه تو سطح بین‌المللی هستن. فکر میکنم شما اولین نفری هستین که در ایران تو پرس ایرانی راجب صفحه من خواستین صحبت کنین. خواهش میکنم، شما محبت دارید. من پیگیر کاراتون بودم، شما خیلی سرتون شلوغ بود، ما خواستیم زودتر دعوتتون کنیم ولی خب فرصت نداشتین. خوشحالم امروز این برنامه جور شده. چون اشاره کردید خیلی. که برنامه ها رو خودتون تنظیم میکنید، سی دی ها رو منتشر میکنید، یه مقدار در این باره صحبت بکنید که به چه صورت میتونن بینندگان ما این سی دی رو تهیه کنن و در آینده چه کنسرت ها برنامه هایی خواهید داشت؟ سی دی های من همش رو، بیشترش رو میشه روی وبسایت خودم susandehim.com پیدا کرد و بیشترش رو هم مال لیبل هم قبل از کارای لیبل خودم همشون روی آیتونز و اینا هستن. ولی این صفحه جدید رو فعلا فقط میشه روی وبسایت خودم پیدا کرد، به خاطر اینکه من دلم میخواست بدونم که فنام کی هستن که وقتی که ما میتونیم کادویی بدیم، یه کنسرت مجانی باشه، بتونیم اینایی که لیبل من و کمپانی صفحه‌مو کمک میکنن با خریدن آثار و نمیدونم صفحه های ما بتونیم، ما هم بتونیم برای اونها یک کاری بکنیم. برنامه هام توی لس آنجلس توی تابستون آگست 13 هست، یه جای خیلی ماه به نام گراند پرفورمنسز که
توی LA پلازا داونتاون هست و یه کنسرت هم چون شما واشنگتن دی سی هستین، من 29 اکتبر توی نشنال جیوگرافیک، اگه بدونید که یک تئاتر خیلی خوبی دارن و دیگه یکی از مهمترین کمپانی هستن که برای موزیک ورلد میوزیک هستش، یک کنسرت دارم واشنگتن دی سی که مطمئناً یک به جای فقط یک کنسرت یک ایونت خواهد بود که امیدوارم بتونم چند نفر آدمای خیلی اینترستینگ هم ایرانی هم امریکایی رو دعوت کنم که هم راجع به موزیک، هنر و هم راجع به سیاست صحبت کنیم یکم و کمک کنیم اتفاقایی که الان داره میفته در ایران که ما باش موافق نیستیم از لحاظ هیومن رایتس و از لحاظ اینا. و کار جدیدم هم یک کار خیلی بزرگ اساسی دارم میکنم که انشالله تا یکی دو سال دیگه تموم میشه و بیرون میاد، راجع به کار خانم فروغ فرخزاد هست که یه شخصیت خیلی اساسی هنری ایران هستن و زن خیلی مهم که در خارج از ایران خیلی شناخته نشدن، در شاید در سطح ادبی یه مقداری شناخته شده باشن، ولی کار اصلیشون، شخصیت اصلیشون اینا باید معرفی بشه و ایشالله بتونم این کارو که مالتی میدیا هست، موزیک و فیلم و همه چی با هم هست، یه حالت اپرا داره، این کارو تموم کنم که بتونیم برای شخصیت خیلی جالب ایرانم یه کاری کرده باشیم. با سپاس از شما خانم سوسن دهیم که امروز در لس آنجلس با ما بودید، براتون آرزوی موفقیت میکنم در ادامه برنامه هاتون. خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنون بهنون. Thank you. مرسی. Bye bye. With the leaves fed by the flowers, rich with the golden sun, lit by the moon, dressed by the wind, woven by the clouds, I'm living in the city of love. شبی پر با زرتوش مشعلی گرفت نه ما ره را بی پایان بریدیم، اما سفر ما بیشتر هر جا که آسمان باشد ما ستار باشد. پوشتا عشق کبیری بیری